انگاری با صدای تو از آسمون گل میبارن. امید من فقط توی جون زیر پاهات میذارم. خدا کنه فرشته ها گنجه یه لبخنده کارن، بشینن دور و برت رو سرت سنبول بکارن، رو سرت سنبول بکارن. من که از اول خط عاشق یک نگاهتم، کشته با چشم راهتم، مونده یک اشارتم. هرچی دارم زیاد و کم مال تو هم، میدونم آخه تو هم مال منی، خوب میدونی که ماه منی. دنیای پر امید من با تو شیرینه برام، یه روز اگه نبینمه دنیا میمیره برام. میدونی من فداتم، عاشق خنده هاتم، دیوونه یه نگاتم، بگو که منم باهاتم، بگو که منم باهاتم. انگاری با صدای تو از آسمون گل میبارن، امید من فقط توی جون زیر پاهات میذارم. خدا کنه فرشته ها گنجه یه لبخنده کارن، بشیدن دور و برت رو سرت سنبول بکارن، رو سرت سنبول بکارن. با تو شیرینه برام، یه روز اگه نبینمه دنیا میمیره برام. میدونی من فداتم، عاشق خنده هاتم، دیوونه یه نگاتم، بگو که منم باهاتم، بگو که منم باهاتم. انگاری با صدای تو از آسمون گل میبارن، امید من فقط توی جون زیر پاهات میذارم. خدا کنه فرشته ها گنجه یه لبخنده کارن، بشینن دور و برت رو سر سنبول بکارن. این کوچولوه مال نازدونم، این بزرگم مال نازدونم، اینم که زرد نه نمیخوامش. این خوشگله مال نازدونم، اینو بذار ببینم. نه این چلوسیره مال سمد آقا، اینم خوشگله مال نازدونم. اخ ستون فقراتم. از چرت بزن دیگه. بابا روشن نمیشه خود لعنتی، چی کارش کنم؟ این همون ماشینی بود که میگفتی عروسه؟ این که رو لگنم سفید کرده. خودت که میگی لگن، از لگن چند تزاری داری؟ نازی جون منو چشم انتظاری، نازی همسر من بیا. بس بینم شاید مشکل از اینه. خفه کردی بابا، چرا حالت نیست؟ اینا خفش کن، تو آدم نمیشی؟ مشکل پیش اومده بچه ها؟ گفتم مشکل پیش اومده؟ نه این قرازه خراب شده، منظورم این قرازه است خراب شده. فکر کردم سبت زودش خراب شده. الان یه نگاه بهش میندازم. نگام یه استاد بزن ببینم. ده بهت میگم استاد بده، چه نگاه میکنی؟ یا چه چه آخه؟ دوباره استاد بزن. یه دیگه اینجوری شده آخه. خودت من دیگه دوستم عبر. الو سلام رئیس، خیلی مخلصم. آره نه فقط مجسمه ها رو برداشتیم. باشه رو چشم رئیس، دوشنبه 4 بعد از ظهر جلوی سینمای 22 بهمن. نه خیالتون راحت، طرف سنگینه. فقط پولا نقد باشه. نه قربان. پس چه شو؟ والا ندونم ببینم. این اوتول قلازه رو باید هولش داد. تا خال خالی رو دارین غم نداشته باشین. آره. آنه یه هل بده دیگه. گازش رو بگیر بره.
عجب گاوایی بودن ها. سمد آقا لطف کنین فردا صبح ساعت 8 پاسگاه باشین تا بفرستمتون دادگاه. بله. فراموشتون نشه. چشم. فردا صبح ساعت 8 پاسگاه. چشم جناب سر. الو. الو. الو بفرمای. بردن آقا بردن. دار و ندارم و بردن. خونه ی آقا جون ما قارب کردن پولیسا رفتن. میگم میراث خونه بادگیمونا. آره بابا. نه بابا میگم عتیقه بود بردن. بله خیلی خیلی قدمت داشت. از پدر بزرگه پدر بزرگه پدر بزرگه آقا جونم. خیلی خوب باشه. خیلی خوب. نه فقط مجسمه ها رو برداشت. آره خود نامردشون بودن. همه دنیا جورایی از من خیر دیده. کم یا زیاد خودتونم خوب میدونید که من تا اونجایی که دستم رسیده اسم تک تکتون کمک کردم. من به همه دون کمک کردم. حالا نوبت شماست که به من کمک کنید تا دوزای خونه ی آقا جونم رو پیدا کنم. کاری مفته مزدون نمیخوام. هرکی برام کار کنه پولشم نقد میستونه. آمن از وقتی که پاما تو این خراب شده گذاشتم زندگی ما وقف شماها کردم. وقفه هر کس بتونه دون دزد شیادو پیدا کنه 10 میلیون تومن بهش پاداش میدم. 10 میلیون تومن باشه. 10 میلیون تومن بهش پاداش میدم. 10 میلیون تومن میگم سمد آقا. 10 میلیون زیاد نیست؟ تو ساکت باش. چشم. بری ببینم چی کار میکنی. 10 میلیون تومن. 10 میلیون تومن. بازم پیداشون شد. سمد آقا بفرمایید. پاکنا ممنون. معلومی چه خوابی برامون دیدی. ببینید چه دور اوزمونه شده. بله نوکر شما بود. آقا بزرگ. آقا بزرگ جانم. زیر پای مبارک قربانی. بوده جون کمکیش کن. سلام سمد آقا خوش آمدی. چه سلامی چه علیکی. 4 روز از قرارمون گذشته است. حالا همین تو منو بر نگاه کن. خجالتم خوب چیزی است. نکنه یادت رفته ها؟ راست میگه دیگه. شما خودت هم پیره مردی. این انصافه. بنده خدا هم پول بده. هم منت چه بکشه پولشو بس بگیره. درسته؟ چند بار باز بگم وقتی من حرف میزنم تو ساکت باش حرف نزن. بله چشمه بله چشمه. میگم سمد آقا چرا امروز اینقدر اوقات تلخه؟ خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده. مگه خبر ندارنی؟ دوستا ریختن خونه سمد آقا همه چیز افتاده. یه بندون دهنی گشاده تو. خدا ازشون نگذره با و حالا چی بردن؟ بهتر از شما به فکری باز پرداخته بدهید باشی. نمیخواد دلت برا من بسوزه. راست میگه دیگه. تو رو چه کاره به این که دوزده جام تلاشو بردن؟ جان؟ گفتم ساکت با. چشم. یادت رفت توی خوشتالیه پارسا؟ چقدر زلابه کردی تا دلم برات سوخت و 4 میلیون تومن 4 میلیون تومن پولی بی زبونمو بهت قرض دادم که بتونی مشکل تو حل کنی و شکم گوابی مصرف تو سیر کنی. میگم سمد آقا چه حلال زاده هم از کنده بکنی مصرف آقا من. سلام یادت ندادن چاقلوی ما پخون خنگ دیگه. تو ساکت با. تو حرف نزن تو بود. من اولش هم نمیخواستم از شما پول بگیرم. اینجام بمیره راست میگم. اصرارای بیش از حد تقی باعث شد تا کمک شما را قبول کنم. من اصرار کردم. اصرار کرد. تو ساکت شد. دردتو بکن. چشم. میگم سمد آقا جان بیا و یه فرصت دیگه به من بده. فقط تا پایان برداشت محصول. خدا تره عوض بده. ها خدا را وسط نکش.
تا آخری هفته فرصت داری قرضتو بدی، فهمیدی؟ تا آخری هفته. بفهمستم. فهمیدی چی گفتم؟ دادی که هیچ، وگرنه زمین داد جا طلبم ور میدارم. این حرفی آخر من است. جمع کن بریم تقیم. چاشو میدستی دامن سمد من گفت دارم. دامن تو بیرم. شنیدی آقا بزرگ؟ فقط یک هفته ها شیرفم شد؟ چخه سمد آقا جان بیا با یه فرصت اینا گوبن آدم هست. این سمد آقا چی از جونمون میخواد؟ چرا نمیذاره زندگیمون رو بریم خواهد؟ بوله من آماده نباشه ببین چه خواهد بزرم؟ خودتو ناراحت نکن. آخه الانم وقتی اومدم بود آقا بزرگ. خودتو به خاطر اونا ناراحت نکن آقا بزرگ. ناراحت نباش نزدانی جان، خدای ما هم بزرگی. برو کنار بینی بسه. چشم برو دیگه چشم. خدایا خودت کمک کن، زمینمون هست دست نردی. آخه چند دفعه بگم؟ نه نه نه، چند بار باید بگم؟ من اونا رو دیدم. میتونیم با مژدگونی زمین رو نجات بدیم و دوباره با هم روی زمین کار کنیم. آخ که من عاشق بوی برنجم. نازدونه خالم به تو یه چیزی بگو دیگه. چی بگم خال خالی جون؟ این کار خطرناکه. بهتر هرچی میدونی به آقای پلیس بگی. پلیس؟ نازدانه راست میگه، بهتره برای نجات زمین ما به فکر یه راه حل منطقی باشی. منطقی تری راه اینه که فردا برم شهر داره. یه قضایی میاد، فکر کنم از این توه. بذار برم تو. سلام، نامحرم نباشه. خال خال اینجا شهر، باز لحجه رو عوض کنی. سلام آقای موتنتری، ببخشی ساندویچ داری؟ چی بدم؟ ساندویچ دیگه. سوسیس؟ نه بابا. کالباس؟ نه بابا. پس چی بدم؟ ساندویچ علف با سس هزاریونزه. علف؟ برو بیرون، برو برو بابا. رفتی، خبر نداری درست. من خودم رفتی بیرون. سرم زونم خودشه. نازونه چقدر نازدانه، یه عالم قازدانه. جلو آقا بزرگ ساخته ولی فازدانه. جانو بوده بعد یه تازه. بعدم برگای دهات خودمون. غریبم تازه. دفعه با چه در میرفتیم؟ فعلا گشتمه، حال ندارم حرف بزنم. ببینم من رو داری کجا میبریم؟ بریم کونه ما تا بعد. این که میبینی امارت جکیه. خیلی خفنه. سهل خواه بفهم اتون ده کجایی پن؟ چیزه؟ خال خالی جون اینجا رو خونه خواهد بدون، راحت باش. خالی بندیه کرده من گاوم. راستیتش تو خیابون که داشتیم گز می کردیم با موتور بودیم که چیز شد این.
غریبه نیست خوسی جون. صد دفعه بهت گفتم رفیق بازی تو این خونه ممنوعه. گفتم یا نگفتم؟ گفتم یا نگفتم؟ گفتی یادمه، ولی اینم گفتی که باز دست زعفا رو گرفت. گفتی نگفتی رئیس؟ خب اون بدبختم بیگناه داشت سرش میرفت برای دار. لابد اگه نرسیده بودین دارش زده بودن. بی خیالش رت. ای بابا تو هم مثل که امروز از دنده چپ بلند شدی یا؟ خیلی خوب. آروم آبرمونو بردی جلو، خاطر زایه نکن دیگه. باشه باش به سرمون شد. ای بابا جلو اینم آبرمون رفت. خوشگله. اسمت چیه کوچولو؟ خال خالی. چه اسم زایه ای؟ منم خسروم. میتونی خوسی صدام کنی؟ چی خوسی؟ چطوری خوسی تو خل مخلصی؟ چایی نخورده پسر خاله شو؟ بگ بشین. آشه آخ جون مرد. آخ چی شد؟ این دیگه چی بود؟ آخ دیدید چی شد؟ هزار بار به این کامی گفتم نانچیکا رو سر جاش بذاره. با کوکوشه بدکار. این چیه؟ دینامیته؟ دینامیت چیه؟ قربونش شکلت نانچیکاه. باش ورزش میکنم. میگم اذیت شدی؟ بله تازه دادمم اومد. از اون لحظه در کفشو در آوردم. اسمس میزنم جواب نمیده. بیا تو. سلام خوسیو. سلام جکیو. سلام غریبه. چطوری؟ منم سلام از کردم. بذار باش تو گروه اینم. سلام زهر مار گربه های نادان. ببینین کنار نافدان. بله جانم. صد دفعه بهتون گفتم مثل گاف سرتون ننزه بین تو خونه. پس اون آیفون تصویری برای چی گذاشتم؟ ای بابا سخت نگیر، راحت باش، دوره این حرفا گذشته. گاون دیگه خاصی جون. بله نسبت زم. شما با آقای خودت بهم. از دو الف پیش رفتوی بی نزاکت از این بیشتر انتظار نمیره که. بی خیالش رتته. تو خوبی؟ معرفی میکنم. آقا طوفان. آقا کامی. ایشون هم آقای خالخالی هستن. اسم زایه یه نه؟ ها نخندی خالخالیه مگه چشه؟ ای بابا تو هم ناسلامتی من مهمونم ها عطب آدمایی هستین. پس جریان از این قراره. آره؟ وای خاصی خان خیلی دردناک بود. این سمد آقا هم عجب نسناسیه با. آره خیلی نسناسه. اگه بتونم اون دوستای نامرد رو بگیدم و حسابشون رو برسم همه مشکلاتمون حل میشه. نگران نباش. قامت نباشی. نوچنت هم نگران نباش. ما کمکت میکنیم. راستی گفتی کدوم سینما بود؟ جلوی سینمای 22 بهمن توی پارک. آره سینما 22 بهمن. بسیار خب. من به اتفاق راستی اسم زایه چی بود؟ اسم من؟ آره کوچیکه شما خلخال. درسته شما دوتا را بخندین. اصلا خنده نداره. مسخره های جن زایه سدی بیا دلت نمیچشه. خاصی خان فکرم قد نمیده ما واسه چی کار کنیم ها؟ معلومه شما باید واسه این تمرین کنید. مگه یادتون رفته امشب تولد داریم. تولد داریم خاصی خان. من اینا بچا شنبه بود دیگه. راه بخندی کله پوکا. مگه نشنیدی نادرخان گفت شب دوشنبه یعنی امشب؟ امشب هم شب دوشنبه است. شما به جای بحث کردن با من برین سر تمرینتون. یالا ای داد بیداد. ببینم مگه امروز دوشنبه نیستش خوسی خان؟ چیه؟ راه بخندی. آخ عجب خراب شد. آخه میدونی چیه؟ اون یارو دزده گفت دوشنبه ساعت 4. مطمئنی؟ آره بابا مطمئنم. حالا تا دوشنبه چی کار کنم؟ ای داده بیداد. قامت نباشه خال خالی. راستیتش ما امشب تولد یه مایدار دعوتیم. مطمئن باش با هم میتره کنیم. چیو؟ قول میدم بهت خوش بگذره. شما بهتره برین سر تمرینتون تا مثل هفته قبل گن نزنیم. برین. پس شما چی خسرو خان؟ شما نمیای تمرین؟ خره شما برین سر تمرینتون من میام. برین.
پاشین بچه ها پاشین جلدی بریم یه دقیقه سب دیگه سب کنین سن دردش کنم باز بتره کنیم ها انقدر با اون موبایل بر نرو کاشتی منو دیگه چون من این آماده اینه که جکی جان امنون قبی جان حاضری بریم آره حاضرم برو دارم های چی کار داری میکنی تو چی کار داری میکنی چی کار میکنی میکروفون درست بگی دسته لق نزنه میفته پایین بیده من عزیزم من هم لق موده تو چرا اینجا بایسته گیتار رو صاف بگی دسته لق نزن صاف بایش صاف باشه دسته رو کیبارد منظم اینجوری خوبه خواهی خواهی خوبه سه دو یک هرچه تو که اصلی مسلی کجای اثری نیست از تو بیا پیش من بچه ی گل نه نه نکن تو حل بود سری بیا پیش ما تا حالا دیدی پیشی مثل ما نه نگو نمیام نه نه نمیام بکن ببینم چرا نمیام منم یه پیشی تو پل و پلم و پل دسته ی گل اینجا را نگاه سیبیل فشنه نبینه میگی کسی بشینه فوت کنی دمش دونه غلوب غلوب صدا بده همه جا صدا بده تو که اصلی مسلی کجای اثری نیست از تو بیا پیش من بچه ی گل نه نه نکن تو هل بود سری بیا پیش ما تا حالا دیدی پیشی مثل ما تو پل و پلم و پل دسته ی گل نگاه نگاه صورت خشنه اینجا را نگاه سیبیل فشنه نبینم اینکه کسی بشینه فوت کنی دمش دونه غلوب غلوب صدا بده همه جا صدا بده خودشه دارن میان تارا جان سلام خاله شدی سلام های شرفت خوبی؟ خوبم اگه اشکالی نداره امون نادر صدا کن باشه؟ حتما ممنون چرا اینقدر دیر کردی خاله جان؟ من دیگه مامان و بابا ندارم قربونت برم خاله جون عزیزم بیا بقیرم سلام آقای شرافت امیدوارم ما رو به خاطر تأخیرمون ببخشید خواهش میکنم اشکالی نداره معمولا پیش میره چطوری خواهش کرده ای خاله جون اذیتشو نکن شادی خانم اگه میشه بفرمیم بریم چشم بیاییم بچه بریم عزیزم سلام پدر جان سلام شاد خانم سلام آشایم ماشالله سلام موسی خانم چقدر دیراز شدین شما چقدر جوان شدین ممنون آقا موسی دست در نکنه مگه قرار نبود یه گوسفند بگیری اونو جلوی پای بچه ها قربونی کنی ولی نیازی به قربونی نیست خواهر شدی راست میگن آقای شرافت ببخشید همون نادر هیچ نیازی نیست به خاطر ما حیوانی رو بکشین از غذا اسفند آماده کردم براشون دود کنم تا کسی اینا رو چشم نکنه حالا میارم ساعت چنده؟ سه چیزی شده؟ بازم دیر شد فکر کنم این دفعه راش نده
حسودون یازو کر اولسون چشم حسود بترکه. دست شما درد نکنه متشکرم. بیا بریم تارا جان. بتره. شما میتونیم بریم بالا استراحت کنیم، من و تارا هم میریم هتل. هتل؟ آره هتل. برای چی هتل؟ تو این مدت 3 ماهی که این اتفاق افتاد من سعی کردم تارا رو توی هتل پیش خودم نگه دارم تا با نیاوردنش اینجا تجدید خاطرات نشه. حقیقتش مرگ برادرم و زن داداشم ضربه سختی برای من و تارا بود. میفهمم. خب اگه اشکالی نداره ما هم ترجیح میدیم هتل پیش تارا جون بمونیم. اونجا نمیشه، بهتره بمونید اینجا خونه داداشم. ما تو این مدتی که نبودیم دلمون برای تارا تنگ شده، ترجیح میدیم بیشتر پیشش باشیم. خیلی خوب باشه، بیایم بریم. حالا تشریف میبره؟ آخ جونم جون، همه با هم میریم هتل میمونیم. آره عزیزم. سلام قربان. کسی به من زنگ نزد؟ نه قربان نه. راستی شایان این سویچو بگیر، ماشین تو حیاطه، تا زمانی که اینجا هستی مرسی میتونی ازش استفاده کنی. دستتون درد نکن. تو با اون آسانسور بیا بالا. بریم قربان. حواست باشه شب شربت تارا رو بشنگی خاله خیلی تیزه ممکنه شب کنه نکنه همونیه که کنار تارا نشسته. این پسر خوشگله کیه؟ برادرش دایی تارا. نگاش نکن ممکنه شب کنه. پردکشن و از چیزی میترسم بیا دست و بذار تو دستم غمگین نباش یه لحظم بیا بشنو حرفی رو خاله جون تو رو خدا ازش بخوای تا پیش من بمونه. من خیلی ازش خوشم اومده. اون چپل و بامزه ببین چقدر قشنگی رخصه تو رو خدا. ولی خاله جون شاید دلش نخواد اینجا بمونه نه شایان. آره خاله شادی راست میگه تارا جون. دایی شایان شما بهش بگو قول میدم اگه آقا باقه پیشم بمونه من هر روز شیر بخورم تا حالم خوب بشه. بهتون قول میدم. باشه تارا جون بذار جشن تموم بشه. یا باشه برای یکی دنیا باشه برای یکی نگو از چیزی میترسم بیا دست رو بذار تو دستم غمگین نباشه لحظم بیا بشنو حرفی رو از من اگه بدی ها نشستم میخوام بهت بچسبم ندی بگیرشون اصلا که یه ارزن نمی ارزن. خواهش میکنم خال خالی فقط برای چند هفته قول میدم پیش تارا جون بهت خوش بگذره. خواهش میکنم آقا خسرو شما میتونین خال خالی رو راضی کنین چون خال خالی تنها کسیه که میتونه تارا رو خوشحال کنه. آخه مریضی تارا خیلی حاده، موندن خال خالی پیش تارا حیاتی. بله راستشو بخواین تصمیم گیرنده من نیستم آقای شایان. شایان آره خیلی خوشبختم از آشناییتون. خیلی دلم میخواست شادی خانم یعنی تارا جون رو خوشحال کنم ولی باور کنین چیزه اینه یعنی تصمیم گیرنده خال خالیه. بله
راستش دلم میخواد بمونم و این دختر کوچولو رو خوشحال کنم، ولی چه کنم که نمیتونم. آخه خیلی کار دادم، باید برگردم پیش نازدونه و آقا بزرگ، اونا منتظر منن. نازدونه هر شب تا صبح میشینه گریه میکنه، خدا رو خوش نمیاد چشم انتظار بمونن. ایشالله دفعه بعد که اومدم شهر به خوشی خان میگم منو بیاره پیش تو تا یه سری بهت بزنم. نه ترسا، من شاخم بری قولم نمیره. خب دیگه من باید بریم، خدافظ خوشی خان. بریم دیگه، من یواش یواش داره گریم میگیره. آخه بریم 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 دیگه، خدا حافظ تانا جونم. ایمان تانا ساعت از چهارم گذشته هنوز نیومدن. راست میگی؟ دروغ ندارم که بگاه خودم نگاه کنم ببینم. ناش دیگه آده، ساعت چهار دوبه نمیدونم کجا هم. پس تو مطمئنی همینجا قرار گذاشته بودن؟ آده بابا مطمئنم، خودشون اونا هستن، خودشونن، خود دزدای نامردن. آده اونا هستن، نگاه کن نگاه کن. خیلی خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش بریم آروم باش. بگی بشی شما مطمئنی گفت ساعت چهار؟ آره خودش گفت ساعت چهار. نیکن خودشی جون تا بودا من از پشت هوا تو دادم. نیست نیست که اونم خودشه. بله همایشی بود کاری داشتیم. میگم از طرف آقای رئیس نیست زبی خاره ما چی بگیم. نه برش بگی بشی. من از طرف آقای خالخالی اومدم، میشناسینش؟ این که همون یارو حالیه است، غلط نکنم اومده حالمون بده عبی خاره. سلام آقایون دوستا، چطوری ما رو پیدا کرد؟ بلند شو بره، بلند شو. این از جایی بسرده سلام علیکم. سلام جناب سربانی. جناب صمد خان. سلام صمد خان. مجسمه خونه منو میدازی دزد عوضی؟ جلالت نمیکشین، شرمی نمیکنین، به شما میشه گفت دزد. آقا زینه دارن بی احترامی میکنن و فوله. ساکت آقا، صدفان این دوتا رو ببر بازداشتگاه. بفرمایید. بله اونا به ما بی حرمتی کردن، ما رو میبریم، ما بی گناهیم، بعدا معلوم میشه. شما بی خارسی بیا زنگ زنگ بزنی منم اومدم. بفرمایید قربونت گردم بشینه. خیلی خوب شما بفرمایید آقا. حاضرین. شما هم میتونید تشریف ببرید. تقی اینو بگی دستت خالی نباشه. با اجازه. بذارین رو میز. اینا رو کجا میبرین آقا؟ بفرمایید. برم؟ کجا برم؟ منظورتون چی است قربان؟ مگه شما دستور نفر موده بودیم بیام مجسمه‌امو ببرم؟ اینا جزء آثار باستانی کشورمان، باید تحویل میراث فرهنگی بشن. صدفان تماس گرفتیم با میراث بیان اینا رو ببرن؟ بله قربان، تا یه ساعت دیگه از میراث فرهنگی برای بردن اشیاء عتیقه میان. بله قربان، خودم باهاشون تماس گرفتم. بفرمایین آقا. ولی قربون شکلت برم، این مجسمه میراث خانوادگی آقا جونم است، نمیشد اینجا بمونه. مجسمه جاش توی موزه است، نه تو گاف صندوق خونه شما. بفرمایین آقا. ولی جناب سرفان، همه آبادی میدونن که این مجسمه از آقا جون صمد آقا به ما به ارث رسیده. خدا کج و کولم کنه اگه بخوام دروغ بگم. شما نمیدونید این صمد آقا برای به ارث بردن این مجسمه چه بدبختی کشیده. مگه نه صمد آقا؟ صدفان این آقایون رو راهنمایی کن بیرون. صمد آقا میخوان راهنماییمون کنن. بفرمایید آقا. خدا ذلیلت کنه خال خالی که بدبختیم کرد. تقیی تو روز روشن چی باده من؟ ریر ریر نازه نفست خودتی جون مشت سراخ نمیرفت، دنبه به جورابش میرفت. دنبه با چی بودی؟ دیوونه کم داشتیم، یکم به فهرست اضافه شده. تو ساکت بابا دنگلات. میگم صمد آقا، دیدی چطوری دزده رو گیر انداختیم؟ ایوال به خودم. خب که چی؟ چی که چی؟ نخودچی لئوناردو داوینچی. حالا شما چی میخواین؟ تازه داره میگه چی میخواین؟
بگو خاصی تو. خب معلومه، همون مژدگونی که قولش دادین دیگه. مژدگونی میخوای؟ بیچارم کردی منو به خاکی سیانه شوندی، یادگار پدر پدر بزرگ آقا جونم رو پر دادی، حالا مژدگونی میخوای؟ بری پیکار دون پدرتونو در بیارم، بری در جلو چشم خفشی و الا به خدا خدا را قاطی نمی کنم. آبا همین اصا میزنم هشتک و بشتکتونو در میارم. مژدگونی میخوای؟ سمد آقا گفت از جلو چشاش خفشید، وگرنه خونه هر دوتا تو میفتی گردن من. ها ساکت بابا لنگدراز. خیلی 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 نامدی سمد آقا، حیف اون آقا که به تو بگم. به من میگی نامد؟ سمد آقا ببینم بیدش مجدگونی اونو بده، همون مجدگونی که به من قولی شده دی. همشم تقصیر جا بود، عجب دیده کردی ما. دیدی بیچاره شدم خودی تو. ببین خالخالی بیا ناو بخور. ببین مهم اینه که تو تمام سعی خودتو کردی اما حالا نشد. خب به جهنم فدای سر. نشد که نشد دیگه، تو که نباید خودتو سرزنش کنی، شاید حکمتی تو کار بوده، کسی چه میدونه. بس دیگه گریه نکن. من خیلی بدبختم خاصی جون، دست در نکنی. میدونی چرا؟ چون که هیچ وقت نتونستم یه کار درست انجام بدم، یه کاری که ناسونه و آقا بزرگ رو خوشحال کنه. حالم از خودم به هم میخوره. خیلی خوب اینقدر گریه نکن. میگم اینقدر خودتو ناراحت نکن. اصلا چطوری یه مدت بیای پیش ما بمونی ها؟ اصلا میتونی تو کارا به ما کمک کنی، نظر چیه؟ ولی من که بلد نیستم بخونم، چه دیدی میخوام با شما کار کنم آخه؟ خب حالا چه فرق میکنه؟ مهم اینه که ما هممون برات نگرانیم و دوست داریم با ما باشی. ببین اون چشای گاویدی درمش کن، برنگاه کن. ببین در کنار ما بودن خیلی بهت خوش میزنه خال خالی. اما اول یه شرط داره. تا زمانی که خودت نخوای ما نمیتونیم کمکی بهت بکنیم. حالا چی میگی؟ حقا که گاوی دیگه. حالا باش بریم حال کنیم. بریم دبونه بیا بقلا خوشتی. کمک چرا اینجوری شدی؟ تارا جون چی شده؟ چرا داری گریه میکنی خاله؟ بذار اشکاتو پاک کنم. دلم میخواست الان اینجا باشم. مگه نمیدونستن من کوچولوام؟ چرا منو؟ اونا پیش خدا هستن عزیز خاله. بابا مامان تو تو دنیای دیگه دور از اینجا دارن با هم زندگی میکنن. اونجا خیلی قشنگتر از اینجاست. اونا الان دارن با هم زندگی میکنن. اینجوری فکر کن، اونا رفتن مسافرت. آخه چرا اونا مردن؟ نه عزیز خاله، اونا نمردن، اونا توی قلب تو زنده هستن. با شادی تو شاد میشن، با قصه تو قصه میخورن. اینجوری فکر کن، اونا رفتن مسافرت. قربونت برم، تمام سعی خودمون رو میکنیم، ولی بهتر خودت باش حرف بزن، شاید تو بتونی رازیش کنی. حالا احوالت یه کمتن خسته راهی قباره روح رو باید. بله سلام، از طرف آقای شرافت اومدم، خواستم راجع به خالخالی با اتون صحبت کنم. اما شما که اون دفعه همه حرفاتون رو زدین. خواهش میکنم، میخوایم یه بار دیگه سعی خودمونو بکنیم، البته اگه شما اجازه بدین. اجازه من دست شماست. اگه میشه اجازه بدین بیایم تو. تارا خواهرزادم هم همراهمون اومده تا خودش با خالخالی صحبت کنه. خواهش میکنم، بفرمایید.
میتونم جوب بازده تو فازه رتته. پس تارا جون یه جوری صحبت کن که راضیش کنی. خب میفرمودین؟ من که چیزی نگفتم. آها چیزی نگفتیم. اگه کاری داشتین من تو آشپزخونم میتونی یه سوت بزنی من اینجوری بیام. ممنون مرسی. با اجازه شما. وای وای خانه خوب بولاشیم. سلام توپل جونم. سلام عزیزم. من میدونم که تو خیلی مهربون و خوبی. یعنی شنیدم همه گاوا مهربونن. من مامان و بابا ندارم. تنهای تنها هستم. خیلی غصه میخورم. آخه هر دوی اونا توی تصادف مردن. منم مریضم. دکترم گفته منم چند ماه بیشتر زنده نیستم. تو رو خدا خواهشم رو قبول کن. بمیرم الله. آره والله. ایشالله. من دختر خیلی مهربونیم و کاری میکنم پیش من بهت خوش بگذره. تو رو جونه کسی که دوستش داری باشه کپل جونم باشه. چیز باشه دیگه چیکار کنم. قربونه توپل جونم برم. خدا نکنم. هورا توپل جونم قبول کرد. داری شایان خاله شادی توپل جونم قبول کرد. سن بالاخره قبول میکنی خلخلی؟ خب پس میخواستی تو چی کار کنم؟ همش تقصیر این دل گنده مهربونه. تو قلب مهربونی داری خلخلی. ما اینیم دیگه. زود بریم دایی شاید. میخوام این خبر خوبو به عمو نادرم بدم. خدا فش کار جونم پیش از اومد. میره بالا عزیزم؟ بله آقای شریفی. شما خیلی سخت میگیری. سلام ابو جون. من کجا بودی تا حالا؟ ببینم مگه نمیدونستی کلاس ریاضی داری؟ ها؟ تا حالا کجا بودی عمو جون؟ دیر کردی؟ عمو جون قبول کرد. تو پل جونم قبول کرد. چی شد؟ چطور راضی شد اون که قرار بود برگرده روستاش؟ حتما خاله شادی این کارو کرده. اون با اون زبون چرب و نرمش اونو راضی کرده بمونه پیش تو. سلام. اتفاقا تارا با زبون بچگانش راضیش کرد. من هیچ نقشی نداشتم آقای شرافت. با اجازه شما هم غروب تشریفشونو میارن. دیگه شورشو در آورده. این همه مدت وقت گذاشتم. این جوابش؟ بهتر نیست کمی مهربون تر با تارا رفتار کنید؟ این طرز رفتار اصلا شایسته یه خانم معلم نیست. درست نمیگم آقای شرافت؟ والا چه عرض کنم؟
البته هر معلمی روش خودش. فایده ای نداره، شماها خستم کرد، دیگه نمیتونم. خواهش میکنم خونسردی خودتون رو حفظ کنید. مثل اینکه من اینجا زیادیم، بهتره زحمت رو کم کنید. خانم فیاض، خدا حافظ آقای شرافت. تانا جون بیا ببرم اتو. خانم فیاض یه کاری بکن، از اینجا دورشون کنی، فهمیدی؟ وگرنه اونا به معاینه من شک میکنن، خودت میدونی. سلام شادی، خسته نباشی. سلام، تو هم همینطور. سلام ترا جون. سلام، قربون دایی خوشگلم برم. من چه خوشگل شده. الو، سلام، چطوری، چه خبر؟ خوبی؟ بعدم با تماس میگیرم. ترا جون، بیا. دایی جون، اون ماشینه کیه؟ اون ماشین خانم دکتر منه، باید میومد معاینه میکرد، شربتم رو به هم میداد، پس چرا رفت؟ شادی، الان که داشتم از راپله میومدم بالا، همین خانم دکتری که این میگه داشت با امونادر خیلی صمیمی حرف میزد، نفهمیدم بهم چی میگفتن. الان میرم از امونادر میپرسم. دیگه مهمون دارین، البته با اجازه آقای شرافت. آخ جون، آخ جون. دوستو جیر کردنی؟ دست شما درد نکنه، ممنونم پدر جان. چی باش، لازم هست که باشه. براشون نیل بیار موسا خان. نیل دیگه چیه؟ چشم روی چشمای کشنگم تاراتا ملان میفهم. ببینم رفت خوب آده اینو بزنی دیدن. بزن سر جاش. چی بگی آخه تو؟ کپل جونه خوشگلم، گل گناه داره، گلو نباید بخوری، برات شربت آب پرتقال آوردم. گل نخور، آب پرتقال. دست درد نکنه تار خوشگله. میگم آ، تو که حالت از ما دوتا هم بهتره، پس چرا میگی مریضی؟ من با اومدن شما حالم بهتر شده، ولی دکتر میگه بیماری من درمون نداره. آخه مگه میشه؟ ببینم دکتره دیگه چی گفتن؟ امونادر اجازه نمیده دکترای دیگه منو معاینه کنن. دکتر شمشیری دکتر خونوادگی ماست. ببینم تارا جون، خاله شادی یه ذره دیر نکردن به نظرت. خسرو خان، رفتم برا من نوبت دکتر بگیرن، الان دیگه باید برگردم. دادا جون قربونت برم که اینقدر مهربونی، ایشالا فدات بشم. شدیم. سلام. خوش اومدی. سلام خاله شادی جونم. ببخشید، خوبی خاله جون؟
دوست دارم. بیا ببینم تارا جون. دوست دارم خاله خوشه. قربونت برم. حالا من. سلام. سلام. سلام دایی جون. دوست دارم. دوست دارم. سلام شاد خانم. سلام آشایم. سلام. شاد زن، تارا گفت رفتیم براش نوبت دکتر بگیریم، موفق شدیم؟ آره، برای فردا واسش نوبت دکتر گرفتم. دست درد نکن، انشالله عروس بشی، گربانت بله. خواهش میکنم، مرسی، ممنون. یاشی هستن. نکن، ده نکن، ده چرا اونجوری میکنی، نکن دیگه. به من میگه نخور خودش میخوده. بمبا رو برکردی رفتی سر کار دیگه؟ مگه من به تو نگفتم که اگه یه مشتری میاد به من خبرشو بده من قیمت رو بهت بگم که بتونی باش معامله کنی؟ نازدونه کجایی دلم بلا تنگ شده. بروز جان باشو کار داره. اوه ببخشون ارباب صدا شما عوض شده نشناختم. بفرمایید در خدمتم. چه خبر اومدن؟ سه قدم کلاس داره. خب گوش کن کلاس ملاسو بل کن. خاله شادی چی؟ اون چی میگه؟ نادر خان در برای خاله و دوشتر رو اینجا چیزا صحبت میکنه. دکتر مکتر رو ولش کن، حواست رو جمع کن ببین اونا دارن به هم چی میگن. حالا شادی بعد از رفتن شما با آشایان رفتن بیرون. از حرفای ترازان فهمیدم که رفتن برای ترازان وقت دکتر بگیرن. دکتر برای چی؟ ببین حواست کاملا بهشون باشه. یه لحظه هم ازشون چشم بر نمیداری. خوب گوش کن ببین حرفاشون چیه. یادداشت کن به من بده اینا. نادر خان خرچی نیستم، فهمیدم. حواست کاملا بهشون باشه. قطع شد. گلت نکنم یه اتفاق افتاده، طرف قاطی کرده. بعد میگم الان کجایی؟ میخوام ببینمت. نمیفهمی؟ نه بذار من باش تماس بگیرم، بعدم خودم بهت خبر میدم. سلام. سلام. چی شد؟ گفتی یه فکرایی تو سرته، چی کار کردی؟ یه دقیقه اجازه بده. الان صبر کن. تازه میخوای الان بهش زنگ بزنی؟ الو؟ عباس پلنگ خودتی؟ میبخشین فری خانم. گوش کن ببین چی میگم. دو تا از وردستاتو آماده کن، امشب یه مهمونی بزرگ داریم. مزنه خیلی رفته بالا، میدونین چه تورمه، زندگی خیلی خرج داره. تو فکر اونجاها رو نکن، نقد نقده، خیالت راحت. خدا حافظ فری خانم، خدا حفظت کنه. حالا اینا کاری ازشون برمیاد؟ تو از همین حالا کار اون مزاحما رو تموم شده بدون، خیالت راحت. به همین راحت؟ آره. اسه کاره قد بزن بریم. آل خالی جون خیلی دلم برا تنگ شد. جینه میرا دل لوٹیا، جینه منو مار سوٹیا، جینه میرا دل لوٹیا، جینه منو مار سوٹیا. یادش بخیر، چی خوب بودو. جومن اینم بگیر. آها آه الان خشم خالخالی رو میبینی. بنگ داری ای وای، شما دیگه کی هستین؟
موسا بیا اینا رو بیرون کن. بچه ها کراف بزرگ علیه که سر ما گیه اومدیم رفیق اون کارخاری رو ببینیم. بشین تو باقی بخشی سرتون انداختون اومدن تو. بشین بینیم بابا بسا نوبتت برسه. به حیام پیامک بازی میگم چطوره به خوستی خان بگیم یه دونه عینا بگیره ببنده جلو در دیگه خیالمون از دزد و مزد راحته. ببین اون جایده که دیرونه شدم بدیه بیاد جونه من بیاد اینجا چه خبره؟ سلام قربان. بچه ها قربان اینا اینجا چی کار میکنی؟ آقا موسا در جریانه. اون جریان آمدن با تارازان رو حد حالی کار دارم. بس اینجا چی کار میکنم؟ منتظر شما بودم برسین اجازه بدیم ببرم. بس دیگه اینقدر سر صدا نکنیم یا ورشون دار ببرد چه تارا پاشیم میرم پاشیم. بله آج میخوام که خوردی به دماغ شما خوشش دماغ بفرمایین نشانتون بدم بفرمایین. خواهش میکنم بفرمایین. باشه. من درمت خودم اول میپرم چرا نیامد؟ چرا نمیاد همونه؟ گفتم چیه؟ اومد خال خالی خطوری یده اتاق یوگی و دوستان ده. سلام آقا تغییر. سلام جناب آقای گوریل. هنوز تشریف نیاورده هن؟ هنوز بار نگشته. منم خیلی دلواپسشم. دلواپس نباشه، اون الان داره با اون دوستای نابابش کیف میکنه. اونم چه کیفیه. این چه حرفیه آقا تغییر؟ خالخالی که تو شهر دوستی نداره. پس خبر نداره نی؟ اون دیگه قصد برگشتن به آبادی رو نداره نه. هر کیم جای اون بود با دیدن زرق و برق شهر آبادی و عیالش رو فراموش میکرده. آره باور نمیکنم. یعنی ممکنه اون منو فراموشم کنه؟ آره ممکنه. من ندارم دورنیه. آه خدا مرگت بده انایی کامی. کاش تو میمردی جا این طفل معصوم تو خیلی خوب عزیزم، حالتم که داره بهتر میشه. خانم دکتر من حالم خوب میشه. آره عزیزم چرا که نشه، از اولشم بهتر میشه. بهت قول میدم. خانم دکتر من شما رو خیلی دوست دارم. منم تو رو خیلی دوست دارم. خاله شادی من خوب میشم. خودت مقصری، همون قیمتی که گفتم باهاشون تموم کن. آقای منصوری و آقای توکلی بگین یه دقیقه بیاد بالا. چشم قربان. حالا خوبه یه پراید داری معامله میکنی. باشه خودم میام بونگا. خانه بد جوری منو زیر نظر داشت. من که از اول گفتم باید یه ذره احتیاط کنی. اونا بچه های تیزی هم. اگه بو ببرن همه این نقشه همون نقشه براق میشه. دوست ندارم از دوتا بچه جیغل شکست بخوریم. ولی میدونی خوشحالیم از چیه؟ تا چند وقت دیگه به یه پول حسابی میرسیم. البته اگه اتفاقی نیفته و همه چی خوب پیش بره، اون موقع است که من و تو میتونیم از این کشور خارج بشیم. یادش بخیر خال خالی جونا، چه روزایی داشتی. ما روی ابرا با عشق و امید خونه ساختی، باز با یه پرواز سازی. رفیق تنهایی من، هم نفس خاکی من، گوشم رویایی من، کنار من باش عزیز همبازی من، تو طرح نقاشی من، به یک نگات راضی میشم، کنار من باش. با
رفیق تنهایی من، هم نفس خاکی من. خیلی خیلی نارا نارا اینجا رو کرده باغبر، یه کاری بکن. چیزی نیست قربانت برم، دارم بازی میکنن. چه بازی اینجا؟ به چه قیمتی؟ سرسام گرفتم. ای بابا بازم گاتی کرد. چشم شما خودش ناراحت نکن. چی رو ناراحت نکن؟ میزنم تو سرتا. برو بهشون بگو آروم بشینن، این همه سر صدا نکنن. چشم صبر کن. اینجا ببین چی دارم میگم. فردا صبح اول وقت سوار ماشینشو میکنی میبری لب دریا، اونجا هر چقدر دلشو میخواد داد بزن. باشه؟ چه؟ تو نمیفهمی من دارم چی میگم؟ دارم میگم فردا صبح اینا رو سوار ماشین میکنی میبری لب دریا. ای بابا چرا نهره میزنه گوشم رفت؟ میزنم این یکت بره تو چشتا. چی رو رد کنم؟ چی رو؟ پول بس با چه از اونا پذیرایی کنم؟ پول میخواد دیگه؟ جانم سلام. قربونت برم مامان روشن، چه خبر؟ ای بابا باز دوباره شروع کردی؟ ما که تازه رسیدیم، عرقمون هنوز خوش نشده. بیاید بخورید بخورید خوش گلا، زیاد نخورین دل درد میگیرین. همه خوبه دیگه، گریه نکن دیگه. خب باش. آقای شرافت، آقای شرافت، آقای شرافت. سلام. پیتزاتون. سلام، پیتزا آوردم براتون. شما؟ سفارش آقای شرافت آوردم. چجوری اومدی تو؟ از در پشتی اومدم، کلید داشتم، خودشون به هم دادن. همیشه براشون پیتزا میارم. امشبم تماس گرفتن گفتن براتون پیتزا بیارم. بفرمایین. مرسی، ممنون. خدافظ. خدافظ. درم پای سرت ببند. خیالتون راحت. ببین پیتزا چی کار کردن، به این میگن یه نقشه یه حساب شده. الو آقای شرافه. چرا نایمه؟ ببینم ساعت چنده؟ پنج.
همونو هنوز به دنیا نایمدم. بابا به دنیا اومدم رفتن مردم و دفتم تادر خودم خبر نداشتم. ای بابا جانت وای من کجاست؟ این جنگونه چرا همه جا سفیده؟ داره تو قلومه؟ ای بای دارم میمیرم کمک کجایی به دارم برسته؟ تو کجایی جاتو؟ کمک این هم چی کنم؟ من چی کنم؟ من چی کنم؟ من خواستی کجایی من نمیخوام بمیرم من هنوز خواهر چی دارم خواستی؟ من جا اون مرکم همه جا فریش بای گفتم من پیزا خود پیزا من مانده ام جنی های جنی ها من مانده ام جنی ها میانه سیده خم ها خسی جون وای شکی جون چی شده؟ نفس چکی الان میام با این نجاتت میدم نگران نباش تا من اینجا از هیچی باکت نباشه حالا میام چکی من نمیخواد قبول خار بمیرم یکی که هشم کنه آی ملد من اینجا زندانی کردن ای ببینم زنده ای؟ خوبه خوبه زنده ای؟ من چه؟ اینجا کجا هست؟ چه زنده هستی؟ این قدیم خودی هست نه چی کاما بدیم به من؟ آروم باش جارت داری که جلا خودم نمیدونم که خودی هست من کن اینجا بود من فقط بفهمم که این پیشان های بوده بوده این وای وای گل گل بله الو آقای شرافت بدش من ای کاش یکم از خونه برادر تو رگای تو بود شما واقعا آدم کسی هستی آقای شرافت ما همه چیزو فهمیدیم ولی شما دارین اشتباه میکنین مگه چی شده حیف اسم شرافت که به تو نسبت بدن خوب گوش کن عوضی ما داری میاییم اونجا منظورت از این حرفا چیه؟ من نمیدونم داری راجع به چی صحبت میکنی به توصیه میکنم تو هتل نمونی چون پلیسا دارن میان الو الو شادی خانوم گندت بزنم شایان تارا حالش خوب نیست باید ببریمش دکتر شایان تو رو خدا سریعتر عجله کن آقای دکتر شما مطمئنید که حال تارا خوبه؟ دکتر ما طاقتشو داریم لطفا حقیقت از ما پنهان نکنید نه جانم نیازی به پنهان کردن نیست بچه حالش کاملا خوبه فقط کمی بی حال و ضعیف شده اونم مطمئنن از همون پیتزاییه که به همتون خوروندن که خوشبختانه به خیر گذشت یعنی دکتر من حالم خوبه دیگه آره خوشگلم شما خوبه خوبین حالا میتونین تشریف ببرین خونتون خدا رو شکر جانمی جان من حالم خوبه بله سلام آقا من نازدونم خانم خال خالی به من گفتن اینجاست اومدم ببینمش آره درست اومد خدا رو شکر بالاخره پیداش کردم
چند تا دختر کنم. حالا بزن تو گل. آفرین. گل 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 چه دروازه. گل گل گل. یه نظر حرف بزن. بنده بنده. یه لحظه. بسید. یه لحظه. جانه. باشه برو. مواظب باش. علی بابا. دختر سوی چشم و بارد منم شادم مثل گاله که خلخاله اون رو خورد اون چشای خوشل کوپس اها پشت اینه گرد آقا آلاخ من این وقت پشوت کردم اینجا جلوی پا گرفتی نشستیم بچه چی یاد داری اعتماد بازی میکنی واسه من بارو بابا ماش کمار گرد شفره رو بیا بارد تو کار پیامک میگه کچی نمیشتی لکه تا دختر سوی چشم و باز منم شادم مثل کالی که خلخال اونو خواب اون چشای خوش دلکوب است اها پشت اینکه من از دیروز مسئله مهمی رو میخواستم بهتون بگم فکر کنم الان زمان مناسبیه که بهتون بگم چی میخوای بگی خسرو خان؟ بگم سلام تاره جون برو بازی دو بکن دخترم برو آفره من میخوام پیش خالم بمونم من پیش خالت هستم تارا جون تو برو بعدم بیا نه خیلی من میخوام پیش خالم بمونم برو تارا جون دختر گلم برو برو بازی کن برو گیر نده برو غذا بخور کباب بخور نه خیلی من میخوام پیش خالم بمونم برو بازی کن یه ده دقیقه بیشتر استراحت کن دیرتر بیا تا ما بتونیم برو آقا موسا آقا موسا کباب این بچه رو بده تارا برو برو آفرین گلن نازی نازی بچه هم دیگه سلام تارا جان چیه ناراحتی؟ آقا موسا خان جان میشه بگید چرا عمو خسرو نمیذاره من پیششون بمونم تارا جان تو رو فرستادن دنبال نخود سیاه نخود سیا با اونا گوش درست میکنن اونو ورش الان یه شعری باشه است باشه بخونی شما بگو ایشالله ماشالله ایشالله ماشالله بیتارا تارا نگو یه گل بگو ماشالله لباس ببین چه خوشگیره ماشالله تارای من چه ناز داره ماشالله ست تا شاتو تهاز داره ماشالله چشمای نازی ناز داره ماشالله قربانش برم ایشالله 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 بازش کن تو چشم نادر خان ببر صدا تو همه شونو میکشی اینجا فهمیدی؟ همه شون باشه چشم هر پنجتا شونو میکشی اسکله هیچ معلومه چی داری میگی تو حرف زیادی نزن من همه شونو میخوام واقعا میخوای همه شونو بکشی؟ این به تو مربوط نیست شماره شو بگیر بر خرمگس مرکه لنت چی؟ با من بودی؟ نه باشه من جسارت نمی کنم تلفنم نهیدم الو منم نادر نادر کدوم خری آخه خر جد آبادته خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم همه اونا رو بر میداری میاری انبار اسکله بله گوشی؟ حرف بزن خرخل جینو اینو دلم منو میکشن شنیدی صداشو؟ آره فهمیدم فهمیدم فقط بگو فردا باز کجا قرار بذاریم با هم اگه به حرفایی که گفتم عمل نکنی مطمئن باش نازونه رو میکشم الو الو بد شد چی شده؟ هیچی شما خود اصلا ناراحت نکن خال خالی خال خالی خال خالی خال خالی خفش کن ببین چی دارم بهت میگم خوب گوشاتو وا کن نازونه دستگیر کرده چی میگی تو؟ گفته که اگه تارا رو تا فردا تحویل ندیم اونو میکشی شاید هم تو الان کشته باشی نازونه؟ چی شد خان خانی؟ آن فلان دوست رتته ای بابا این چه جور خبر دادنی؟ خب من چیکار کنم زنگ زده بود دیگه واقعا که خسرو به من چی نادر خان زنگ زده به حق کارایی نکرده یک دو سه لقه نه یک دو سه نفس یک دو سه نفس بله خب بچه ها رسیدیم جا
بندی بیان پایین. یکی اونو آروم کنه. بالاخره بیاین بیاین نیاین. آها گرفتم دوتی جاهلی. حالا من بگم تو گوش نکن، تو که دیگه بچه نیستی، بزرگ شدی. الو اداره پلیس. خواستی خان بهتر نیست شما همینطوری از جلو بری من از پشت هوا تو داشته باشم؟ سکوت علامت رضا است. این نامرد بری ماده گاف دوست جکی دنبالم بیا. نادر خان فکر میکنیم بیاد؟ آره مطمئنم که بیاد، چون جون نازدونه برای خارخالی خیلی با ارزشه. بله ببینم بابا. آقا به خدا ما میترسیم. آقا چی میترسیدی؟ میزنم همه تونو میکشم. آقا آروم حرکت کن، کسی از جاش جم نخوره. خیر خواب را بیا نکن نخوره. دستای اون خانمو باز کنید. بفرمایید شما آزاد. ایوان ایوان جاش بایی خالی بچه هوایی بلا میکنه. الو تلفن دیگه. منم اگه تو این آب و هوا زندگی میکردم عین خارخاری میشدم. بریم بچه ها. چشم اومدیم یه پیامک دنبالتن. سلام نایدی مگانی شد.
خیلی ممنون، مزاحم نمیشی. اومدم بهتون بگم که بدهی شما رو به صمد آقا پرداخت کردید. باعث زحمت شد. با خدا نمیدونم چجوری از زحمات شما تشکر بکنم. خوبونه برم که اینقدر مهربونی. آقا بزرگ، باید از شادی جون تشکر کنید. باید از تارا جون تشکر کنید. همش به خاطر اونه. نازدونه به قربونت بره که اینقدر به فکر ما بود جونه. خب ما دیگه باید بریم. کجا؟ تشریف داشتی نده؟ خیلی ممنون آقا بزرگ. ایشالا یه وقت دیگه خدمت میرسیم. قدمتون رو چشم باید دیگه باید چشم رد. خیلی ممنون خال خالی. از همه تون ممنونم. دست 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 چکی بیا بسر کن. با اجازه. خدافظ. خدافظ. خدا میگه. دویدیم و دویدیم تا آخرش رسیدیم، الان میون شهر دنیای پر امیدیم. عتل متل تو طوله دنیای ما چجوره، همسایمون محبت غم از ما خیلی دوره. سنگ زدیم به شیشه غمو کندیم از ریشه، همه با هم برابر هممون عاشق میشه. یکی بود یکی نبود به زیر گنبد کبود، هرچی بخوایم همون میشه. واسه شماره خیلی زود کور بشه چشم حسودا، همه